بسم الله الرحمن الرحیم. از موقعی که مادر ما بین بستر است، حال و هوای خانه ز شب هم سیاه‌تر است. یک روز هم نشد که در طول این سه ماه بینم که حال مادرم انگار بهتر است. این روزها نفس زدنش سخت‌تر شده، ترسم خدا نکرده نفسهای آخر است. خود را زند به خواب که زینب رود به خواب، دختر به فکر مادر و او فکر دختر است. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله. با سلام و صلوات به محضر سید رسولان و خاتم پیامبران و دختر بزرگوارش حضرت فاطمه زهرا، مادر اهل بیت، و همینطور به همه اهل بیت عصمت و طهارت. خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی سلام عرض میکنم. امیدوارم هر جایی که هستید جانتان جور باشه. ایام عزاداری بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه دوستداران و دلدادگان او حضرت تسلیت عرض میکنم. در خدمت کارشناس محترم جناب دکتر توکلی هستیم با موضوع فضائل حضرت فاطمه در بنابه اهل سنت. سلام علیکم جناب دکتر توکلی، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتان. تسلیت عرض میکنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب حیدری و همه بینندگان گرامی سلام و عرض ادب و احترام دارم. ایام سلام عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه طاهر در خدمت شما و همه بینندگان گرامی تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که انشالله عزاداری های همه مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه و بتونیم امشب عرض ادبی داشته باشیم به محضر بانوی دو عالم و اندکی و قطره ای از فضائل حضرت رو متناسب با وقت برنامه بیان بکنیم انشاءالله. حضرت زهرا سلام الله علیها دخت مکرم پیامبر گرامی آنقدر ارجمن هست که بین همه مسلمان ها از احترام بسیار بسیار بی‌نظیر برخوردار هست. شیعه و سنی به حضرت عشق می‌ورزند، محبت می‌کنند و احادیث بسیار ارزشمندی را از زبان گوهربار پدر بزرگوارشان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره فضائل حضرت زهرا نقل کردند. امشب ما این فرصت مختنم شمردیم که از کارشناس محترم دعوت کردیم بیاید درباره فضائل حضرت زهرا بر اساس آنچه در منابع معتبر برادران اهل سنت ما ذکر شده برای ما صحبت کنه. خب جناب دکتر توکلی بزرگوار، برای عنوان مقدمه اگر بفرمایید که اگر ما تورق کنیم منابع اهل سنت را، به چه فضائلی درباره بی بی دو عالم فاطمه زهرا میرسیم و از نگاه برادران اهل سنت ما اگر بخوایم شخصیت بی بی دو عالم بشناسیم چه شخصیتی برای ما ترسیم میشه و چه فضائلی برای او بانو برشمرده اند؟ بله، بسیار عالی. فکر میکنم که بحث رو با یک مقدمه شروع بکنیم بد نیست، و اون هم اینه که ما در هر زمانی و در هر شرایط جغرافیایی و برای رسیدن به هر هدفی نیازمند الگو و اسوه هستیم.
این مطلبی است که همه انسان ها با هر دین و آیینی قبول دارن و در زندگی عملی خودشون هم همیشه آدم ها با هر هدفی و هر مقصدی دنبال الگو و اسوه و نمونه کامل موفق در هر زمینه هستن. همه ما مسلمان ها آیه شریفه قرآن رو که در مورد پیامبر بزرگوار اسلام می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کسی را شنیدیم، بارها شنیدیم. بله. ببینید پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه اسوه هست از هر نظر، انسان کامل است. وقتی میگیم انسان کامل یعنی تمام زندگی او برای ما درس است، عبرت است. قول پیغمبر، تأیید پیغمبر، انکار پیغمبر، عمل پیغمبر، نگاه پیغمبر، همه چیز پیغمبر برای ما عبرت آموز است و درس است و مسلمان ها از این مسئله به سیره پیامبر تعبیر میکنن که در کتب مختلف سیره از ابتدای تاریخ اسلام تا کنون مفصل بیان شده، مثل سیره ابن هشام و کتاب های دیگه. بله. خب اگر ما قبول داریم که پیغمبر انسان کامل هست و اسوه هست و زندگی او برای ما نمونه عینی و تجسم یک انسان کامل هست، همین پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه برای زنان امت چند نفر رو به عنوان الگو و اسوه معرفی کرده، از جمله حضرت خدیجه سلام الله علیها، از جمله حضرت فاطمه، و بعد در روایات داریم که حضرت مریم، حضرت آسیه. و نکته مهم اینه که پیامبر بزرگوار اسلام او کسی است که ما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کسی که مسلمان هست در مورد آیات قرآن ذره ای نباید شک داشته باشه. قرآن میگه که پیغمبر از روی هوای نفس، از روی حب و بغض هایی که ماها داریم حرف نمیزنه. ان هو الا وحی یوحى، کسانی که با ادبیات عرب آشنا هستن میدونن که اگر قبل از الا که ادوات استثناء هست، بله، اگر حرف نفی بیاد اینجا دلالت بر حصر میکنه. شما اگر بگید که ما فی الدار الا رجل واحد، در خانه هیچ کس نیست مگر یک مرد، اینه که صرفا و منحصرا در خانه فقط و فقط یک نفر است، کسی دیگه نیست. ببینید قرآن میگه این هو الا وحی یوها، این اینجا این نافی است. پیغمبر سخنی نمیگوید، عملی انجام نمیده، اشاره ای حتی اشاره ای نمی کند مگر این که بر اساس وحی، بر اساس وحی است که به وحی شده. خب یک چنین موجودی که عقل کل است و کل العقل، عقل قدسی است، متصل به عالم وحی است، به او جبرائیل بر او نازل میشه. ایشون میفرماید که حضرت فاطمه سلام الله علیها اسوه زنان است تا روز قیامت. همین پیغمبر فرمود ادبوا اولادکم بزمانهم فانهم خلقوا لزمان غیر زمانکم، بله، فرمود که فرزندان خودتون رو متناسب با زمان خودشون تربیت کنید، زیرا فرزندان شما مربوط به یک زمان و جغرافیایی هستند که با زمان شما متفاوت است. یعنی در حقیقت پیغمبر داره اقتضائات زمان و مکان در نظر میگیره. پیغمبر ما محدود به یک تاریخ مشخص نیست، تاریخ انقضا ندارد. قرآن میفرماید که پیغمبر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، پیغمبری که خاتم هست صرفا پیغمبر 1400 سال پیش نبوده، تا روز قیامت اگه چند میلیون سال دیگر هم باشد زندگی پیغمبر میتواند اسوه باشد و درس باشد برای نسل های آینده. بله. این پیغمبر در حدیثی میفرماید که ان افضل نساء اهل الجنه خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد صلوات الله و سلامه علیه،
و مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم. خود حضرت. بینندگان عزیز در جریان باشن، من آخر مباحث آدرس تمام ای احادیث را از منابع اهل سنت عرض خواهم کرد خدمتشون. کسی اگر میخواد بنویسه، بله، کاغذ و قلم و دفتر آماده بکنه. در آخر برنامه انشاءالله ظرف یکی دو دقیقه آدرس ها رو عرض میکنم. فرمود که افضل زنان اهل جنت، یعنی کسانی که شاید میلیاردها زن از ابتدای تاریخ تا انتهای تاریخ خلق شدن، آمدن و رفتن، انسان‌های دانشمند، انسان‌های هنرمند و بزرگ بین اینها کم نبودن، اما پیغمبری که انسان کامل است فرمود افضل زنان اهل بهشت این چهار نفرن. یک، خدیجه بنت خویلد که همسر پیغمبر است و مادر المؤمنین است و مادر حضرت فاطمه سلام الله علیها است. حضرت فاطمه در دامان پرمهر و پربرکت او تربیت شده. دوم فرمود فاطمه، خودش فرمود فاطمه بنت محمد، فاطمه دختر من، دختر محمد صلوات الله و سلام علیه. بعد فرمود مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم. بعد در آخر فرمود که فاطمه افضل بر این ستاست. فاطمه بر این ستا هم شرافت دارد و افضل است. و فرمود فاطمه تو سیدت و نساء العالمین. در همین حدیث است یا حدیث مستقل است؟ در همین حدیث و در احادیث دیگر. درست. فرمود فاطمه بر اینها و بر بقیه زنها هم شرافت دارد. ممکنه اینجا کسانی بگن که اگر اجازه بدید بحث بعد از یک وقفه دنبال کنیم. دعوت میکنم به تماشای میان برنامه. عرض سلام و تسلیت مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی که بیننده برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم هستید. موضوع مخصوصا عرض میکنم خدمت او دست از بزرگوارایی که تازه به جمع پیوستن، اول برنامه را ممکن ندیده باشند. موضوع بحث امشب ما هست فضائل حضرت فاطمه در منابع اهل سنت. دعوت میکنم به دیدن ادامه برنامه. بله. نکته ای را میخواستید در ادامه اون حدیثی که از زبان پیامبر درباره حضرت زهرا برای ما و بینندگان عزیز ما خواندید بفرمایید. دو تا نکته اینجا لازم هست که من عرض کنم خدمت بینندگان گرامی. بله. نکته اول این هست که ادعی مخصوصا در فضای مجازی بیان که آقا این همه فضائلی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میشه در منابر، در مجالس، اینا به خاطر اینه که خب شیعه ها و محبین حضرت چون حضرت خیلی دوست دارن یک چیزایی مثلا حالا ممکنه کم و زیاد کرده باشن بر فضائل، مبالغه کرده باشن، قلوب بکنن. مگر میشود که یک انسان این همه فضائل داشته باشه؟ در جواب این قضیه باید عرض بکنیم که ببینید این عنوان برنامه که ما امشب انتخاب کردیم و میخواییم فضائل را از منابع اهل سنت عرض بکنیم، اونم منابع دست اول و معتبر. بله. که همه اهل سنت میگن مثلا صحیح بخاری اخو القرآنه، برادر قرآن هست، و اگر کسی در صحت احادیث سهاست شک بکنه اصلا از جرگه مسلمان ها خارجه. خب این صحیح بخاری که ما ننوشتیم، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، سنن داوود، اینا ما ننوشتیم. اینا احادیث صحیح بوده که محدثین بزرگ انتخاب کردن در طول تاریخ و کاملا مستند هست، نسبت میدن به خود پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه. بله. اینطور نیست که حکومت ها یا جریان های سیاسی و تاریخی در طول تاریخ
این فضایل جعل کرده باشن، نخیر، کاملا مستند و دقیق است. این نکته اول. بله. نکته دوم این که ببینید ما واقعا نیازمند الگوییم. ممکنه کسانی بگن که آقا خب پیغمبر چون حضرت زهرا سلام الله علیها دخترش بوده، هر پدری هم دختر خودش دوست داره و لذا این همه احادیث در فضائل پیغمبر در فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده. جواب این است که ببینید اگر کسی مسلمان باشه، اعتقاد به قرآن داشته باشه، آیات قرآن رو که نمیتونه رد بکنه و براش انقلت بیاره. ما در قسمت اول برنامه عرض کردیم آیه شریفه صریحا در مورد پیغمبر میگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر اینطور نیست که مثل ما دچار احساسات بشه، بله. از روی احساسات حرفی بزنه. این فضائل در وجود حضرت زهرا سلام الله علیها، پیغمبری که سخن او سخن وحی است، بیان میکنه، بله. برای اینکه حضرت زهرا الگو باشه برای همه عصرها و نسلها، بله. اگر ما قبول داریم که پیغمبر به او وحی میشه و اسوه هست، پس باید سخن او را هم بپذیریم. درسته. پیغمبر مثل بنده احساساتی نمیشه، مثل بنده یا دیگران خشمگین نمیشه، از روی خوشحالی زیاد یا ناراحتی زیاد حرفی نمیزنه. ولی که وقت نگذره ما، بله. بله. من نکته میخواستم بفهمم، اینو میخواستم عرض کنم، خود همین وجود کتابهای مثل صحیح بخاری، مثل صحیح مسلم و کتابهای دیگه که معروف به صحاح سته هست و همین قسم منابع حدیثی معتبری که در بین شیعه هست و تفاسیر، بله. اینها نشان دهنده این هست که مسلمان ها سخن پیامبر مهمه دانسته، بله. یعنی سخن بین سخن پیامبر و بین سخن یک شخصی عادی تفاوت قائل میشد و به همین خاطر است که علم حدیث به وجود آمد، منابع، بله. حدیثی به وجود آمد. حدیث یعنی سخن پیامبر، حداقل، بله. در فرهنگ اهل سنت حدیث یعنی سخن پیامبر، حالا، بله. در فرهنگ، بله. شیعه در کنار سخن پیامبر سخن امامان معصوم هم هست، بله. این نشان دهنده این هست که پس فرق مهمی بین کلام پیامبر و کلام دیگران قائل میشدن. دقیقاً. و اصلا سخن پیغمبر از نظر مسلمین حجیت ذاتی داره. یعنی چی؟ یعنی این که ببینید اگر کسی غیر از معصومین علیهم السلام ادعای بکنه از او دلیل میخواییم، بله. ولی در مورد پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه اجماع مسلمین هست که اگر بفهمیم که پیغمبر این حرف زده، این کار انجام داده یا یک چیزی تأیید کرده، ما دیگه از پیغمبر دلیل و حجت و نمیگم چرا گفته، ممکنه بپرسیم چی گفته، بله. ولی نمیپرسیم که چرا این رقم گفته، یعنی که فهمیدیم چی گفته برای ما، بله. کب تمام است، بله. ببینید در اصول دین اونجا دنبال دلیل عقلی هستیم، بله. یعنی شما نبوت و توحید و معاد و اینا رو با دلیل عقلی اثبات میکنید، بله. ولی اگر پذیرفتید که پیغمبر خداست و سخن او وحی است، دیگه هر چه گفت باید بگیم سمعنا و اطعنا. لذا اگر اینجوری هست، ما مخاطب ما مسلمان هاست، اگر غیر مسلمان ها بخوایم با اونا صحبت بکنیم جور دیگری میگیم. این پیغمبر میفرماید که حضرت زهرا الگو هست برای همه. کسانی ممکنه بگن آقا حضرت زهرا مال 1400 سال پیشه، ما الان تو سال 2023 زندگی میکنیم، بله. در جواب اونها خواهیم گفت که پیغمبر هم مربوط به 1400 سال پیشه. آیا حقایق اخلاقی و تاریخی و دینی کهنه میشن؟ ابدا. عدالت همیشه برای انسان‌ها محترم بوده، الان هم هست و ارزشمند خواهد بود. نکته بعدی که برای که وقت نگذره، باز یک حدیث دیگری میخونم از زبان حضرت عایشه. ایشون میفرماید که ما رأیت احدا اشبه کلاما و حدیثا من فاطمه سلام الله علیها برسول الله سلام الله علیها بنده گفت، بله. عبارت این است و کانت اذا دخلت علیه رحب بها، عنایت کنن دوستان، و قام الیها فاخذ بیدها فقبلها و اجلسها فی مجلسه. اینا عبارت های حضرت عایشه است. فرمود که من، ببینید حضرت عایشه 4.5 ماه قبل از این که حضرت علی و حضرت فاطمه ازدواج بکنن با پیغمبر ازدواج کرد و قبل از او هم خب پدرش از اصحاب پیغمبر بود، کاملا در جریان زندگی حضرت زهرا و پیغمبر بود. فرمایید من کسی را ندیدم که
اهل خانه پیامبر بود دیگه. بله در داخل خانه پیامبر بود. خانه پیامبر. بله بیشترین شباهت را ایشون میفرماید به پیغمبر از نظر سخن گفتن، یا سخن گفتن فقط تون صدا نیست. بله. از محتوای کلمات، منطق کلام هست. اون گفتمان حاکم بر سخن حضرت هست. بله. فرمود من ندیدم کسی را که از فاطمه سلام الله علیها شبیه تر باشد به رسول خدا و سخن او اصلا به تعبیر بنده بوی سخن رسول الله رو میده. میفرمود وقتی که فاطمه سخن میگفت ما فکر میکردیم پیغمبر داره سخن میگه. این یک نکته. و بعد در ادامه فرماید و کانت اذا دخلت علیه رحب بها. بینندگان توجه کنن این سخن عایشه است. فرمود حضرت فاطمه شرایطی داشت، موقعیتی داشت پیش پیغمبر که وقتی داخل میشد بر پیغمبر، یعنی پیغمبر در داخل خانه بود، اذا دخلت فاطمه وارد خانه میشد، پیغمبر به او مرحبا میگفت، خوش آمد میگفت، در مقابل او تعظیم میکرد، به او احترام قائل میشد، بی تفاوت نبود. بله. و فرمود قام الیها، پیغمبر که پدر است در مقابل و استقبال دخترش بلند زهرا و فضائل انسانی و الهی وجود حضرت زهرا قام الیها. بله. ببینید قام لها با قام الیها متفاوته. یک وقت هست کسی وارد میشه، ما به احترام او فقط میستیم اما دیگه حرکت نمیکنیم به سمت او. عرب اینجا میگه قام الیها، یعنی چند قدم هم به استقبال او میرفت و قام الیها. بعد فرمود فاخذ بیدها، پیغمبر دختران دیگری هم داشت اما دست حضرت زهرا میگرفت و فقبلها، حضرت زهرا میبوسید. چرا پیغمبر این کارا رو میکرد؟ برای که میخواست عملا نشان بده به همسران خودش، به اصحاب، به مؤمنین، به زنان مؤمن بگوید که فاطمه همه وجودش اسوه است و الگو هست و نمونه عملی بر زندگی پیامبر بسیار بسیار عزیز است. اگر قطعا پیامبر، ببخشید این نکته عرض کنم، اگر پیامبر اشاره کردید که دختر دیگه هم داشت، خب بله. همسران دیگه. بله. همسران داشت. بله. نه حالا موضوع دختر هست. بله. اگر چون این رفتاری را با او دخترای دیگه غیر از پیامبر انجام بله. میداد، قطعا خب می آمدن درباره اونا هم همچین سخنان احادیث از زبان بله. پیامبر نقل میشد، ولی بله. هیچ نقلی فکر کنم نداریم. نه ابدا. نه در منابع اهل سنت داریم، نه در منابع شیعه. درست. اصلا در مورد دختران دیگر پیغمبر ما چیزی به عنوان فضائل نداریم. بله دختر پیغمبر بودن، محبوب پیغمبر، اما فضائل، این فضائلی است که همه اصحاب قبول دارن. بعد در ادامه حضرت عایشه میفرماید که و اجلسها فی مجلسه. خیلی عجیبه این عبارات. پیغمبر دست حضرت زهرا رو میگرفت، او را میبوسید. بله. و میبویید، حضرت را در جایگاه خودش میگذاشت. معنی این کلمات چی است؟ معنی این کلمات اینه که پیغمبری که عرض کردم عقل کل است و کل العقل متصل به عقل قدسی است، انسان کامل است، اشرف مخلوقات است و بلکه اشرف انبیا است. پیغمبری که فرمود کنت نبیا و آدم و بین الماء و تین، این پیغمبر حضرت زهرا را در عمل، نه صرفا در کلام، بله. الگوی کامل انسانیت و مخصوصا الگو برای زنها معرفی کرده. بله. و این در منابع اهل سنته که معادسه در آخر اگر الان هم یکی دو تا از این کتاباش نام ببرید. بله. در صحیح بخاری هست، در صحیح ترمذی هست، در سنن داوود هست. درست. و عسقلانی هم نقل کرده. بخاری رو یادداشت داره. بله. که یادداشتش در حدیث چند است یا صفحه چند در آخر مطلب در کاغذ دیگر یادداشت دارم که به بینندگان هم عرض کردم کاغذ و قلم آماده کنن. بله. و اونجا آدرس دقیق خدمتشون عرض میکنیم. بسیار عالی. خیلی خوب. ادامه بس. بعد ببینید در صحیح ترمذی، ترمذی خب میدونید که اصلا اسم کتاب صحیحه. صحیحه یعنی حدیث غلط داخل، حدیث مشکوک، حدیث ضعیف وجود نداره. بینندگان عزیز ما در جریان باشن، اصلا حدیث یعنی چی؟ یعنی سخنی که مستند به پیغمبر و ائمه است. و ما فعلا درباره حدیث پیغمبر صحبت میکنیم. ما یک علمی داریم به نام علم رجال، علم کسانی که راوی حدیثن. بله. در اونجا گفته میشه که فلانی آیا مقابل اعتماد هست یا نیست، آیا در زندگی او از او خطا و گناه دیده شده یا نشده. اگر یکی از روات کسی باشه که عادل نباشه، حدیث او را اصلا قبول نمیکنن. بله. لذا اجماع این احادیث احادیثی است که متواتر است و
اجماع محدثین است در این که این احادیث صحیحه. درست. ببینید پیغمبر فرمود انما فاطمه بزعت منی یعزینی ما آزاها و ینسبونی ما انسبها. این حدیث خیلی زیبایه، اجازه بتین که ترجمه شه بعد از یک وقفه برای بینندگان ما بفرمایید، اگر شاید هم بعضی دوستاش باشه یادداشت کنه تا موقع کاغذ قلم یا دفترچه یادداشتی گوشیشون حاضر کنه، یه حدیث شاید یادداشت کنن. بله دعوت میکنم به دیدن میان برنامه. مثبت 964 780 255 40 13 پیامگیر ما در واتساب و تلگرام هست که منتظر ارتباط شما هست، صدا میفرستید، ویس میفرستید، تماس میگیرید. راه ارتباطی شبکه با شما مخاطبان گرامی هست. شما همه قسم میتونید که برنامه‌های تلویزیونی جهانی هادی بخش فارسی دری را در فضای اجتماعیش، در آپارات، در یوتیوب، در فیسبوک هم ببینید، همینطور در سایتش. اونجا هم اگر نقد و نظری دارید میتونید یادداشت بگذارید، کامنت بگذارید و لایک کنید. به هر صورت این تعامل شما با شبکه انگیزه مضاعف میشه برای خدمتگذاری بیشتر. دعوت میکنم به ادامه برنامه. بله جناب دکتر توکلی، حدیث بسیار زیبایی فرمودید که از زبان پیامبر درباره دخترشون فاطمه تو بزعت منی که ترجمهش رو موکول کردیم به این بخش از برنامه. بله من اول آدرس اون فرمایش جناب عایشه که فرمودین عرض کنم خدمت بینندگان عزیز. بله مستدرک صحیحین یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم جلد سوم صفحه 154. حدیث اولی که خوندم ان افضل النساء اهل الجنه که گفتیم حضرت خدیجه، حضرت فاطمه، حضرت مریم و حضرت آسیه، آدرسش مستدرک صحیحین جلد دوم صفحه 497. که در خود صحیح بخاری و صحیح مسلم هم هست. آدرس این حدیثی که الان میخونم که عرض کردیم که در صحیح ترمذی هست و پیغمبر فرمود که انما فاطمه تو بزعت منی، اگر بینندگان عزیز میخوان یادداشت کنن صحیح ترمذی جلد دوم صفحه 319. درست. دوباره عرض میکنم صحیح ترمذی جلد دو صفحه 319. کسانی که میخوان مراجعه بکنن و حالا بقیه آدرس ها هم بعدن خواهیم گفت. بسیار عالی. ببینید این حدیث بسیار عجیبی است که ما از اهل منبر زیاد شنیدیم و فکر میکنیم صرفا در منابع حدیثی شیعه است، در حالی که این حدیث متواترا در منابع حدیثی اهل سنت و منابع معتبر و صحیحشون هم وجود دارد. بله. فرمود که پیغمبر فرمود انما فاطمه بزعت منی یعزینی ما آزاها. ببینید حضرت فاطمه سلام الله علیها، تا حالا ما ترجمه حدیث اینطور میشنیدیم که فاطمه پاره تن من است، در حالی که ترجمه صحیح بزعه در سخن عرب این است که فاطمه قسمتی از وجود من است، نه اینکه صرفا پاره تن. پاره تنم البته اینجا تشبیه دیگه، پاره بله. تن یعنی عزیز من است. بله بخشی از بله پیغمبر وجودی. فرمود فاطمه قسمتی از وجود روحانی من است و وجود مادی من. یعنی چی؟ یعنی هرچه فاطمه میگوید من گفتم. معنیش اینه شما وقتی که میگید در یک صنف مثلا یا در یک جایی یک معلم میگه فلانی به جای من هست، هرچه او بگوید من گفتم. یا یک پدری میره به مسافرت مثلا میگه مادر شما سخن او مثل سخن من است. یعنی چی؟ یعنی هرچی او بگوید و هر عملی که او انجام بده مورد تایید من است. بعد فرمود یعزینی ما آزاها، هر چیزی که
فاطمه سلام الله علیها رو اذیت بکند و من رو اذیت کرد، قبلا اذیت کرده یا بعداً اذیت بکنه، مثل این است که من پیغمبر را اذیت بکنه. بعد فرمود که و ینسبنی ما نسبها، فرمود که مایه علم و رنج و کدورت خاطر من می شود چیزی که مایه کدورت خاطر فاطمه بشود. اگر کسی سخنی به فاطمه بگه که فاطمه ناراحت بشه، عملی انجام بده که حضرت فاطمه سلام الله علیها ناراحت بشه، قضاوتی بکند که حضرت فاطمه ناراحت بشود، مثل این است که پیغمبر را ناراحت کرده است. و قرآن میگه کسی که پیغمبر را اذیت بکند در دنیا و آخرت به تعبیر بنده روی سعادت رو نمیبینه و نتیجه اذیت پیغمبر خسران در دنیا و آخرت هست. این از این حدیث بسیار حدیث پرمعنا و هشدار دهنده، خیلی عجیب، خیلی هشدار دهنده. بعد ببینید در مورد مقام علمی حضرت، این که ما فکر میکنیم که در زمان پیغمبر در صدر اسلام زنها به علم اهمیت نمیدادن، پیغمبر شاید مثلا علم صرفا اختصاص داده به مردان، و بعضی از احادیث میخونیم که آقا مثلا طلب العلم فریضتون الا کل مسلم، در حالی که در جای دیگه و مسلمه هم بهش اضافه شده. البته اگر مسلمه هم نباشه باز هم این مسلم اینجا از باب غلبه و کار بله، از باب تقلیب گفته چیزی شده، چیزی در ادبیات عرب هست که شما الان فرمودید دقیقاً تقلیب. بله، و نفی نمیکنه که پس بر زنها همچی فریضه بله. ای نیست. ببینین برای تایید فرمایش شما، آیات قرآن با صیغه مذکر گفته شده، یا ایها الذین آمنو، یعنی آیا... خاصیت ویژگی زبان عرب چنین همینه هست. بله، آیا مخاطب آیات قرآن فقط مردانن؟ نخیر، از باب تقلیب، این خصوصیت زبان عرب هست. بله. چون مردها بیشتر در جامعه حضور دارن مخاطبن، اما یا حداقل اون زمان حضور یا داشتن. در اون زمان لااقل. بله. ما میخوایم در ارتباط با مقام علمی حضرت چند تا نکته عرض بکنیم کوتاه، اگر بفرمایید حدود 2 دقیقه فرصت چشم. داریم جناب دکتر. ببینید حضرت فاطمه سلام الله علیها در زمان حیات پیغمبر مرجع علمی زنان به اصطلاح عصر رسول خدا بود، و پیغمبر بسیاری از احکام، سوالاتی که مربوط به فقه، اعتقادات، اخلاق بله. و سیره پیغمبر میشد ارجاع میداد به حضرت فاطمه فرمود و معارف بله و معارف دینی. بروید از فاطمه سوال کنید. حضرت فاطمه در خانه می نشست، هم قبل از رحلت پیغمبر و هم بعد از رحلت. تمام محدثین شیعه و سنی قبول دارند که حضرت فاطمه در خانه می نشست، اصحاب از زن و مرد مراجعه می کردند خدمت حضرت و سوالات فقهی، اخلاقی، اعتقادی، معارفی و مطالبی که مربوط به سیره پیغمبر بود، اینا از حضرت فاطمه سوال میکردن و به عنوان حجت به دیگران بیان میکردن. ولی متاسفانه آنچه که بیشتر شنیده شده و گفته شده یه که گویا حضرت فاطمه بعد از مرگ پدرش فقط نشسته و گویا گریه کرده بله. اصلا چون این نیست، حالا که به این بعد از زندگی حضرت اشاره ای نمیکنه یا کمتر اشاره میشه. مرجع علمی بوده حضرت بله. شخصی بوده که فعالیت های اجتماعی سیاسی میکرده که بله. حالا در قسمت های بعدی بهش اشاره وقت ما پایان رسیده، من خواهی میکنم شما اگر در حد چند ثانیه نکته بله. آخر رو اگر بگید، وگرنه فرصت تمام هست. یک نکته فقط اینجا عرض بکنم. ببینید زمخشری و سیوتی در مورد تفسیر آیه شریفه کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا که در مورد حضرت مریم گفته شده، قال یا مریم انی انا لک هذا، در تفسیر این آیه شریفه نکات بسیار ارزشمندی در تفسیر خودشون دارن، هم زمخشری و هم سیوطی. و بعد اینجا حدیث نقل میکنن در مورد حضرت زهرا، خیلی کوتاه عرض میکنم، که روزی پیغمبر گرسنه بود، آمد به خانه پیغمبر حضرت فاطمه و غذا خواست. حضرت فاطمه غذا نداشت، بعد از چند لحظه زن همسایه آمد نان غذایی از نان و گوشت آورد. پیغمبر سوال کرد که فاطمه جان این غذا رو از کجا آوردی؟ حضرت فاطمه جواب داد که قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. بله. فرمود که این همونطور که بر حضرت مریم غذا از بهشت آمد، بر من هم غذا از
بهشت آمد. ببینید این جایگاه بله. حضرت زهرا سلام الله علیها نشون میده و مقام عصمت حضرت. سپاسگزار هستم، فرصت برنامه تمام هست. از شما بینندگان عزیز و گرامی هم بسیار سپاسگزار هستم که با حوصله مندی تا پایان برنامه ما همراهی کردید. امیدوارم که این برنامه برای شما سودمند باشه. همراه با کارشناس محترم جناب دکتر توکلی با شما خداحافظی میکنیم.